لوقا فصل 18. عیسی برای آنان مثل آورد تا نشان دهد که باید همیشه دعا کنند و هرگز دل سرد نشوند. او فرمود: در شهر قاضی بود که نه ترس از خدا داشت و نه توجه به خلق. در همان شهر به وزن زندگی می کرد که پیش او می آمد و از دست دشمن خود شکایت می کرد. قاضی تا مدت زیاده به شکایت او توجه نکرد، اما آخر پیش خود گفت: درست است که من ترسی از خدا و توجه به خلق خدا ندارم، اما این بیوزن مایه درد سر من شده است و برای اینکه با اصرار خود مرا به تنگ نسازد به داد او خواهم رسید. عیسی خداوند فرمود: آنچه را قاضی به انصاف گفت شنیدید. آیا خدا به دادخواهی برگزیدگان خود که شب و روز به درگاهش عذر زاری می کنند توجه نخواهد کرد و آیا برای کمک به آنها عجله نخواهد نمود؟ بدانید که او به زودی و به نفع آنان دادرسی خواهد کرد. اما وقت پسر انسان می آید، آیا اثری از ایمان بر روی زمین خواهد یافت؟ همچنین عیسی برای کسانی که از نیکی خود مطمئن بودند و سایرین را از خود پستر می شمردند این مثل را آورده گفت: دو نفر برای دعا به خانه خدا رفتند. یکی فریسی و دیگری جزیه‌گیر بود. آن فریسی استاد و با خود دعا کرد و گفت: ای خدا، تو را شکر می کنم که مانند دیگران حریص و نادرست و زناکار و یا مانند این جزیه‌گیر نیستم. هفته دو بار روزه می گیرم، ده یک همه چیزهایی را که به دست می آورم می دهم. اما آن جزیه‌گیر دور استاد و جرأت نگاه کردن به آسمان را نداشت، بلکه به سینه خود می زد و می گفت: ای خدا، به من گناهکار دلسوزی کن. بدانید که این جزیه‌گیر بخشوده شده به خانه رفت و نه آن دیگری. هر که خود را بزرگ نماید خوار خواهد شد و هر که خود را خوار سازد سرفراز خواهد گردید. مردم حتی کودکان را به حضور عیسی می آوردند تا بر آنها دست بگذارد، اما شاگردان وقت این را دیدند آنها را سرزنش کردند. اما عیسی کودکان را پیش خود خواست و فرمود: بگذارید کودکان پیش من بیایند و مانع آنان نشوید، چون پادشاهی خدا به چنین کسانی تعلق دارد. به یقین بدانید اگر کسی پادشاهی خدا را مانند یک کودک نپذیرد هیچ وقت وارد آن نخواهد شد. شخص از اشراف یهود از عیسی پرسید: ای استاد نیکو، من برای به دست آوردن حیات جاودان چی باید بکنم؟ عیسی به او فرمود: چرا مرا نیکو میگویی؟ هیچ کس جز خدا نیکو نیست. احکام را میدانی: زنا نکن، قتل نکن، دزدی نکن، شهادت نادرست نده، پدر و مادرت را احترام کن. آن مرد جواب داد: من از جوانی همه اینها را به جا آوردم. عیسی وقت این را شنید فرمود: هنوز یک چیز کم داری. آنچه داری بفروش و میان فقرا تقسیم کن، که در عالم بالا گنج خواهی داشت، و بعد بیا از من پیروی کن. اما او از این سخنان افسرده شد، چون مرد بسیار توانگری بود. عیسی وقت این را دید فرمود: چه مشکل است ورود ثروتمندان به پادشاهی خدا. گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسانتر است از داخل شدن توانگر به پادشاهی خدا. شنوندگان پرسیدند: پس کی میتواند نجات یابد؟ جواب داد: آنچه برای آدمیان غیر ممکن است برای خدا امکان دارد. پتروس گفت: ببین، ما از همه چیز خود دست کشیده ایم و پیرو تو شده ایم. عیسی فرمود: به یقین بدانید که هر کس به خاطر پادشاهی خدا خانه یا زن، برادران، والدین یا فرزندان خود را ترک نماید، در این دنیا چندین برابر عوض خواهد گرفت و در آخرت حیات ابدی نصیب او خواهد شد. عیسی 12 شاگرد خود را به کنار برد و به آنان فرمود:
ما اکنون به اورشلیم می رویم و آنچه پیامبران درباره پسر انسان نوشتند به حقیقت خواهد پیوست. او به دست بیگانگان تسلیم خواهد شد، او را مسخره خواهند کرد و با او بدرفتاری نموده بر رویش آب دهان خواهند انداخت، او را تازیانه زده خواهند کشت، اما در روز سوم باز زنده خواهد شد. اما شاگردان از این همه چیز نفهمیدند و این سخن برایشان نامفهوم بود و درک نمی کردند که درباره چی چیز صحبت می کند. هنگامی که عیسی به نزدیکی اریها رسید، کور در کنار راه نشسته بود و گدایی می کرد. همین که شنید جمعیت از آنجا می گذرد، پرسید چی شده است؟ با او گفتند عیسی ناصری از اینجا می گذرد. پس فریاد زد عیسی، ای پسر داوود، با من رحم کن. اشخاصی که در پیش بودند به تندی با او حرف زده گفتند خاموش باش، اما او هرچی بلندتر فریاد می کرد ای پسر داوود، با من رحم کن. عیسی ایستاد و امر کرد آن مرد را پیش او بیاورند. وقت آمد از او پرسید چه می خواهی برایت بکنم؟ جواب داد ای آقا، می خواهم بار دیگر بینا شوم. عیسی با او فرمود بینا شو، ایمانت را شفا داده است. فوراً بینایی خود را باز یافت و در حالی که خدا را تمجید می کرد به دنبال عیسی رفت. همه مردم به خاطر آن چی دیده بودند خدا را حمد گفت.